کارخونه تعطیله. ببخشید مزاحم میشم. من با محمد آقا کار دارم. بریم پایین. بریم. شما کی هستی؟ یه دوست. دوست کی؟ دوست تو. دوست همون کسی که الان خانومت تو خونشه. تو خانه کی؟ زن من این چهار ماهه کجا بوده؟ حرف بزن. زن من کجاست؟ چه بلایی سرش آوردی؟ یقمو ول کن، الان همه چی رو برات توضیح میدم. من الان چهار ماه دنبال کسی میگردم که یقش رو بچسبم. زن منو کجا قایم کردی؟ من میکشم تو را. زندگیم از هم پاشی دیوانه شدم. با کشتن من چی آیدت میشه؟ بذار برات تعریف کنم چه بلایی سر زنت اومده. مگه نمیخوای زنتو ببینی؟ من براش ختم گرفتم. دست شما درد نکنه. من نمیتونم تنهاش بذارم فردوس. حالش خیلی بده. ممکنه کاری دست خودش بده. آره. شبا یه جا میمونم.
از قول من از عموم عذرخواهی کن. فردا میبینم. با من کاری نداری؟ خداحافظ. الو، سلام دکتر، میبخشی این موقع شب مزاحمت شدم، میخوام یه خبر خوش بهت بدم. جدی میگی پیداش کردی؟ برخوردش چطور بود؟ قضیه تصادف بهش گفتی؟ باشه خداحافظ. خدا چی شده؟ راحت شدم از عذاب بدن. بله. خوش اومدین. بیام بالا. انسیه جان، مرا شناسی؟ چرا تو نگاه کنی؟ منم محمد تیزای پیر. چی بابا بخواد؟ نگاه کنم الان میاد، الان میاد. چیم با چیم با چیم ولی چیم با کچی خانومه همچی میچیم با اوه تو که تو نبی بابا سلام من کی؟
سلام آقا شیر، کیفی؟ سلام علیکم، الله سلامت علوم. اونا چی؟ کجا میبری؟ باز باشقالای باغ آوردی؟ مرد حسابی دوباره شروع کردی، دو تو گلدون شکسته است، باز بگی آشغال باغ. بدش من، بدش من، بالاخره کلاه ما تو هم میره ها. سلام آقا شیر. سلامون علیکم، مبارک ها باشه. هوشنگ خان بیام کمک. نه نه نه، شما زحمت نکشین آقا شیر، مواظب باشین. بیا 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 مواظب باش. سلام. به 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 به، سلام آقا هوشنگ. چیه اینا اختراع تازه از آقا هوشنگ؟ بیستید بیستید، اول شما بفرمایید پایین، بعد ما میریم بالا. نه نه نه، خواهش کنم، شما بفرمایید. امکان نداره. نه نه، خواهش میکنم، اول بعد شما بفرمایید. آخه اصلا نمیشه رفت، بفرمایید شما، خواهش میکنم. آقا نه آجاره تمزیریم، بار سنگی کمرمون شکست، چه کار کنیم؟ زمین بذاریم؟ تعریف ما روشن کن دیگه. خب خب، پس شما برگردیم پایین، آقایون رد شد، بعد ما میریم بالا. ای بابا، این همه پله برگردیم پایین؟ نه بابا، آخه این که نمیشه اونا برگردن پایین، ما برمیگردیم بالا. بفرمایید منزل ما. بفرمایید. آقا حسین چی هست؟ بیاین بیاین بالا، بیاین بالا. مواظب باشین، مواظب باشین. یه طبقه دیگه بری بالا تمومه. مواظب باشین. حالا بفرمایید. بفرمایید. ببخشید. راتون رو دور کردید. ببخشید خانم. خب شرمنده شدید. به خدا شرمنده شدید. ان شاءالله که مبارکه. چی مبارکه؟ هر چی که هست. ها خیلی ممنون، قربان شما، خدا نگهدار. ببین یادت نره روانپزشک چی گفت، صبر و تحمل و آرامش، یعنی واقعا باید بهش فرصت بدی. همین. چشم. بعد سر ما منتظرتون هستم، دکترش دیر نشه. چشم. مواظب خودت باش، دستورای دکترم عمل کن. ترا بپا، هر چی دکتر بگفته بکن. تی بلا می سر. اگه مسئله یه پیش اومد بهم تلفن کن. خب بروی چشم. امری فرمایی. خدا نگهدار. نه 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 اصلا. قربانت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. فعلا مراقب خودتون باشین. لطف کنین ترمینال قلب.
در راستای تحقق اهداف خودکفایی و صرفه‌جویی ارضی. این چی چیه وقتی تو گذاشتی روش؟ این خود به مخت فشار میاری. نشان میدهد که خل شدی. با وجود جمعش کن. حجم تولیدات برنامه‌های برو یه خورده برجه بورجه کن بچه. شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش کنیم. بازم تو دوام می‌کنی. به ویژه با تولید سریال‌های داستانی. خفش کن تلویزیون‌ها. سهم خود گامی در جهت خودکفایی و بی‌نیاز شدن از برنامه‌های خارجی و در نتیجه کاهش تهاجم فرهنگی غرب برداشته. یه برنامه نمی‌ذارن که حداقل آدم دلش واشه. الو السلام علیکم، چیکار کردی؟ رفت گاراژ. خب خدا رو شکر بهش سپردی که دست بهش نزنن که. خوبه خوبه. چی؟ همش بیه چسه. آره کی؟ تماس گرفت؟ گوشی؟ شعله؟ شعله؟ پست چیزی نیاورده؟ چیزی نیومده. حالا اگه اومد من خودم با تماس میگیرم دیگه. آره آره قربانت، خداحافظ. من دیگه یه روزم نمیتونم اونجا بمونم. بارو باید خالی کنی من برم. بازم که حرف اولتو زدی. بهت گفتم که امروز نمیشه. مگه بار زردالو زدی که بترسی خراب شه؟ آخه ناکرتم. اگه ماشین دو شب اینجا بخوابش کرشی کی میده؟ همه جوش و جلات بابت همینه. اگه امروز بار خالی کرده بودی، ما یه بار میزدیم میرفتیم. آخه ناکرتم. ما هم خرج داریم، زندگی داریم. واسه یه جا پلاستیک باید خدا تو من بسرفی. ده روزم اگه اینجا بخوابی، کرایه‌ت پای خودم. نوکرتم، جمالت عشقه. خداحافظ. خواستی بیرون باش قرار بذاری؟ میترسه، میگه بیرون درست نیست. درست نیست؟ خونه ما هم درست نیست. هر دفعه پاشه بیاد خونه. خونه ما فضول زیاده قاسم. حالا چی بهش بگم؟ حالا فعلا دست به سرش کن تا قیمت ها از لندن برسه. یه قلعه جمع و جور. حالا با یه گارد چطوری برای نوشه جان کردن یه پیاده؟ باریکلا آفرین، بازیت خیلی خوب شده. آره آخه دارم تمرین میکنم، میخوام از اون کامپیوترتون ببرم. از اون که دیگه نمیتونی ببری، مگر اینکه روز و شب تمرین کنی. آخه نمیتونم زیاد تمرین بکنم، برای اینکه مغزم درد میگیره. چرا باید مغز درد بگیره؟ اتفاقا تمرین مغز رو ورزیده تر میکنه. از خودم که نمیگم، بابام گفته. خب البته گاهی بزرگا هم اشتباهاتی میکنن، مثل من که الان این وزیر رو جای بد نشون دادم. آره اگه بهتون کیش بدم وزیرتون رفته. درسته کیش. خب حالا باید یه فکری بکنم. شما اگر اشتباه بکنی کسی رو میزنی؟ نه آخه چرا باید کسی رو بزنم؟ الان اگه بابام جای شما بود یه کشیده میزد تو گوشم. برای چی؟ برای اینکه خودش اشتباه کرده. <تص->
سلام آقای شیر. خسته نباشی جعفر آقا، کیفین؟ الله سلامت الاسم. دیشب اومدم دم در، شما اشکال مشکال نداشتین، تمیز شدن همچین. خب بهتر شما. بوی روز کار دارم بابا. سلام، شما این عمو جان؟ تلفونو که کشیدی، درم که باز نمی کنی، پس ما از کجا بفهمیم که تو زنده ای؟ ببخشید. چه بویی میاد؟ چیزی نیست، مشغول یه آزمایش هستم. مشغول تو همیشه مشغولی، یعنی تو اونقدر مشغولی که حتی جواب یه تلفن هم نباید بدی. سه روز هرچی تلفن میزنم بی نتیجه است. اینا چیه؟ ببخشید چیزی نیست، از بخار اون دستگاه. من که از کارات سردرده میارم، دیگه رفتارت غیر قابل تحمله. یعنی این دیگه چیه؟ نگران نباشین، چیز مهمی نیست. یعنی این پولم بنده باید بیارم اینجا و دو دستی تقدیم شما بکنم. اونم با این قلب مریض. میدونی پله‌ها چقدر برای قلبم ضرر داره؟ من که راضی به زحمت شما نیستم عمو جان، خودم میامدم. هزار دفعه گفتم من وسواس دارم. سر برج به سر برج بیا دارخونه این پولتو بگیر. من که حرفی نزدم. تو حرفی نزدی، ولی من ناراحتم. نمیخوام مدیون برادرم باشم. باور کنید این چند روزه خیلی گرفتار بودم. آخه چه گرفتاری؟ همه ی هم دورهای تو الان دو سه تا بچه دور برشونه، پس کی میخوای سر عقل بیای؟ گفتیم سنت بالا رفته، ریش و سبیل در آوردی، درست تموم شده، از زیر قیمومت عمود در اومدی، اومدی خونه پدرتو مستقل شدی. خب حالا دستا رو میزنی بالا و میچسبی به زندگی. اما نگاه کن، این خونته، این زندگیته. خونه یه مثل دستگار پدر مادر تو کردی آشغالدونی. این چه بویه بابا؟ سرم رفت، برو پنجره ما کن. چشم. خدا گاهی که یاد برادرم میفتم تنم میلرزه. میدونم که روحش تو اون دنیا معذبه. شما مطمئن باشین اگه پدرم هم زنده بود من به زندگی تحقیقاتیم ادامه میدادم. اگه پدرت وسط یه لقمه نون گذاشت و رفت، از قبل این دارخونه است. خلاص کن خودت رو از بند این گند و کثافت. قول نشین عمو جان، قول نشین.
فعلا دارم روی پروژه کلیدی کار میکنم، اگه موفق بشم برای یه مدت همه چیزو میذارم کنار و به قول شما میچسبم به زندگی. بازم که حرف خودتو میزنی پسر جون، میگم خربوزه رو ول کن بچسب به نون. هزار ساله چسبیدیم به نون که از جامون تکون نخوردیم امو جان. اونور دنیا همه دارن چارنل میرن، اون وقت شما میخوای یوتمه هم نریم. نفست از جای گرم میاد بیرون امو جون. پدرت گذاشته تو هم حالا میتونی شعار بدی. سعدیا شیراز داری مال مفت، میتوانی شعرهای نغز گفت. دندون درد نداشتی که عاشقی یادت بره. بله دندون درد نداشتم، همه چی برام آماده بوده، ولی عمو جان من نون خالی میخورم و پولشو میذارم بالای تحقیق. دنیا عوض شده عمو جان، دیگه دوره حکیم فانوسی گذشته، الان جراحی میکروسکوپی میکنن. اگه همه میچسبیدن به نون که شما الانم باید تو دارخونتون سنبولتی به گل گاو زبون میفروختین. فرمایشات سرکار تموم شد؟ از این به بعد سر برج به سر برج خودت بیای، من دیگه اینجا نمیام. مرحمت سرکار زیاد. شلیک کن، شلیک کن دیگه. تخمه اینو امروز برات آوردم. چی هست؟ آقا شیر، این همون دواییه که دکتر گفته بود، سر رام از داروخانه گرفتم. دست شما درد نکنه عزیز آقا جون، هیچ شب خوابم نمیبره، اینهون مرغ سرکنده تا صبح بال بال میزنم، هی از این دنده به اون دنده، همش چشم با آسمون میبینم که صبح میشه اقل چند. خب حالا اگه یه دون از این قرص ها رو بخوری همچین میندازتت انگار که بیهوش شدی. یه بسه یک دونه نمیدونی چه خواب آرومی داره. سلام آقا جون. سلام مرتضی جان، حالت چطوره؟ مرسی خوبم. ماشالله چقدر بزرگ شده. بله. کمک پدر و مادر. بله. یادت آقا جون انگار دیروز بود از رشک آوردنش. همینه دیگه آقا شیر. بله. مثل برفی میمونه که تو آفتاب تموز آب بشه. یه وقت متوجه میشی که دیگه چیزی ازش باقی نمونده. ناگاه بانک برآمد که خواجه بمرد. خب آقا جون اینو دستورشو از دکتر واس بگیریم. آقا شیر، هر شب که خوابت نبرد یه دونه از این قرصا رو میخوری، سعی کن هر شب نخوری. سلام علیکم زینت خانم. سلام آقای مافی. سلام خانم. خیلی ببخشید آ، این کیسه زباله رو تو سطلش بذاریم یاریم پایین بهتر نی؟ آبش هم دیگه نمیشه که پلا رو کثیف کنه.
پس شما واسه چی اینجا پول میگیری؟ کار کن تا پولت حلال بشه. اینم جواب حرف حساب. اوقات خودتو تلخ نکن، برو تو اتاقت، برو استراحت کن. آقا جون شما بفرمی، من باید تمام اینجاها رو آب بگیرم، میمونه بو میگیره آخه. شب بخیر. آقبتت بخیر. شب بخیر جونم، سلام برسون. چشم. شاید بازم آشغال آوردن، بذار آخر شب که دوباره کاری نشه. شبتون بخیر آقا مارس. شب بخیر خانم. شب باز آمدیم آشکال نذاشته بودی دمی در. بله الان چهار شب ما میاییم اینجا آشکال نمیذاریم دمی در. این چی نشد وز؟ خب تو رو سنه نه، شاید مردم دلشون نخواد آشکالشون رو بذارن دمی در. پس مردم آشکالاشون رو چیکار میکنن؟ قایم میکنن؟ تو هم صبح اول صبحی شوخید گرفته ها. شوخی چی مرد حسابی؟ یعنی ساختمان به این گندگی اصلا آشکال نداره؟ جعفر آقا جون دیشب خودم دیدم یه عالم آشکال دم در بود. پس چطور دیشب وقت ما آمدیم نبود؟ خب من چه میدم، شاید جنا بردن. چطور آشغال خانه های دیگه بود، مال شما نبود؟ خب من چه میدونم. من چه میدونم که نشد جواب مرد حسابی، مگه تو نگهبان نیستی؟ من نگهبان هستم اما نگهبان ساختمون، نگهبان آشغالای تو خیر نیستم. آشغال کمتر کار تو سبکتر، برو خوش باش. چی رو برو خوش باش مرد حسابی؟ من باید بدونم کی این آشغالا رو میبری؟ مسئولیتش با منه. باره بابا چه مسئولیتی؟ آشغال که آمد دم در مسئولیتش با شهرداریه. چطور یه روز که نمیایم صد تا تلفن میزنی، هزار بار شکایت میکنی، حالا من اومدم آشغال کو چی بگم؟ ببین من میدونم این آشغالا رو کجا میبری. کجا میبری؟ میبری برای گاو گوسفند. ای اگه شما امشب کشیک بدی یا میفهمی که این آشغالا رو میبری. برو بابا خدا پدرتو بیا مرزه، من بیکارم بیام وایسم واسه آشغالای تو کشیک بدم. یعنی شما بفرما مرد شور رفاقت ما رو هم ببره ها؟ بله ببره. سلام علیکم. امشب ساعت 10:11 اینجا باش، میام بارو میبرم. در خدمت ها. در ضمن کرایتو گذاشتم پیش گاراژ دار، وقتی بارو بردن کرایتو میگیری. دست شما درد نکنه، اگه امشب نیدمتون خداحافظ. زنده باشی. من فردا حاضرم. قربونت برم. از این معامله راضی هستی؟ فکر میکنم خیلی شیرین بود. یکم زیر قیمت دادم، عوض شرش کنده شد. این روزا دیگه ویدیو صرف نداره. از کارلوس چه خبر؟ منتظر شماست که بهش قیمت بدی. امشب بیارش خونه، یه پارتی عتیقه دارم، میخوام ببینم میتونه رد کنه یا نه. میدونی قیمتشو برده بالا؟ باز چی؟ میگه ریسکش زیاده. بزنم داده؟ هی تا حدودی. مثلا چقدر؟ 50,000 تا. 50,000 دلار؟ آره. این خرم واسهش اصلا شکل شبیه این حرفا نیست. امشب که میری دنبالش یه قالیچه بخر ببر در خونش،
من شب خودم میبینمش، رگ خواب اینا دست خودمه. پدری از دوز در بیارم که خودش هست کنه. به من میگن جعفرم نبر که چپونده. بچه ها خوابیدن، خیالمون راحت شد. بچه ها به تو چی کار داشتن؟ شلوغ میکنن خانم، نمیذارن آدم دو کلوم حرف بزنه. دومن خارجی عادت ندارن بچه هاشونو تا دیر وقت بیدار نگه دارن. بازم چشت به یه خارجی افتاد، خودتو گم کردی. مگه خارجی ها بچه ندارن؟ بچه چرا، ولی آتیش پاره نه. بنبنو تا سینیار کارلوس. مومنتو چه شود؟ کی میان؟ نصف شبه. آه. الان دیگه پیداشون میشه. الو؟ بله خودمم. چی؟ کی؟ چی شده؟ مصب تو شکر، تریلی ویدوان لو رفت. حالا چی میشه؟ من چه میدونم چی میشه؟ یه هون نریزن تو خونه بگیرنت. نه از بچه های گاراژ کسی آدرس اینجا رو بلد نیست. ولی بالاخره تو گیری. میذاری خود فکر کنم یا نه؟ بالاخره اگه خاکی باید تو سرمون بریزیم دیگه. یه کاری بکن. ولکن خانم بابا،